پیشرفت استخاص دارد به کشته شدن کسی که گفته می شود محمد رضا کلاهی صمدی است، عامل انفجار هفته تیر 60 که حدود 80 نفر از سران جمهوری اسلامی در اون حادثه تروریستی کشته شدند. پرده آخرم آخر برد. دو پرونده مهمی که 35 سال مسئول، شاید مهمترین پرونده عملیات تروریستی در جمهوری اسلامی، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 7 تیر ماه 1360 و انفجار دفتر نخست وزیری 8 شهریور ماه 1360، درست دو ماه بعد. اول میپردازیم به اولش. شفاف نیوز، شفاف نیوز خبر رسانی بیشتر امنیتی ملاقات قالیباف، 7 تیر 92، ببینیم این عکس منتشر کرد و نوشت: بریده روزنامه اطلاعات و درخواست از مردم برای شناسایی عامل انفجار هفته تیر 60 که محمد رضا کلاهی صمدی دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت ایران بود و پس از نفوذ در حزب جمهوری اسلامی و کار گذاشتن بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و بیش از 70 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از ایران گریخت. حالا در 22 آذر 1395، سردبیر سابق شفاف نیوز آقای سید چون نیو تلفون رو به سامسونگ گلکسی اسنید. خب آقای مرتضی صادقی، خوش اومدید به برنامه ما. من ابتداعا یک و نیم دقیقه از مصاحبه‌ای که 2 سال پیش شما در با آقای مهدی فلاحتی در صدای آمریکا داشتید و در مورد اینکه در اون زمان قطعا مطرح کردید که این فردی که کشته شد محمد رضا صمدی کلاهی هست، امروز چند روز گذشته یکی از روزنامه‌های هلند مطرح کرد، یعنی این ادعای شما رو ثابت کرد که در دادگاه مشخص شد فردی که فرد مقتول محمد رضا صمدی کلاهی که در سال در 7 تیر سال 60 دفتر مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو منفجر کرده. خب حالا جدا از مسئله سیاسی این قتل که ما به اون به هر صورت در حاشیه خواهیم پرداخت، شما چگونه متوجه این قضیه شدین؟ خیلی خلاصه، برای اینکه در شما در خیلی از مدیای ایران صحبت کردین راجع به این مسئله، من یه مقدار به وزن سیاسی اون میخوام بیشتر توجه کنم. بفرمایید به طور خلاصه از 2 سال پیش تا امروز. من سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه. در ابتدا لازم هست که تشکری هم بکنم از دوست و دوستانی هم که توی این امر، توی امر تحقیق به من خیلی کمک کردند و اسمشون محفوظ هست، به خصوصی که از دوستان دستش درد نکنه، مؤثر بود کمک هاش و تا کنون وقتی نشدیم که از اون یه قدردانی بکن. عرضم به خدمتون که در ماه، خب در اخبار هلند همونجور که من قبلا گفتم شنیده شد و شنیدیم که در هلند در شهر آلمیره هلند یک نفر ترور شده. بگم که در هلند سالانه 160 نفر، یعنی 1 در 100 هزار به قتل میرسن، 1 در 100 هزار. خب طبیعتاً بسیار میزان کمی هست، یعنی از جمعیت 16 میلیونی هلند. اما خب در حوالی در فوریه اون سال بود که من متوجه شدم، یا قبلش، که اون شخص ایرانی هست. طبیعتاً اینو بارها گفتم، به دلیل حساسیتی که
روی یک قتل یک ایرانی داشتم پیگیر شدم که موضوع چی بوده، آیا ارتباط شخصی بوده، ارتباط اقتصادی بوده، جنایی بوده، فامیلی بوده، عقیدتی بوده، و متوجه شدم که این شخص نه هیچ یک از این موضوعات رو نداشته. به میزانی که حساسیت من بیشتر میشد به همون میزان متوجه مخفی نگه داشته شدن و پنهان بودن این موضوع بودن، تا در حوالی ماه مارت من برام مشخص شد که میتونه این ترور میتونه این کشته شدن یک اتفاق سیاسی باشه، ولی باز اینکه چه جور بوده کی بوده رو نمیدونستم. تا در ماه آپریل سال 2016 برای من قطعی شد که فرد مورد نظر محمد رضا کلاهی هست. از اون موقع واقعیتش این بود که به کرات با افراد زیادی صحبت کردم و خیلی از افراد، البته طبیعتا نمیگفتم، من میگفتم یک تروری در هلند اتفاق افتاده و اینکه دنبال این بودم که خب کسایی که بیشتر در رسانه‌های جمعی خب معروف هستند به اینکه دنبال این قضایا هستند، دنبال تحرکات تروریستی هستند، من با تقریبا تک تک اونها مستقیم با واسطه یا بی واسطه تماس گرفتم و گفتم یک ایرانی تو هلند تموم شده. اذعان میکنم اطلاعات زیادی نمیدادم، ولی میگفتم که دنبال یک پرونده‌ای هستم، به همش به خیلی ها گفتم. از حوالی تیر ماه بود یادم میاد که اگر اشتباه نکنم تو مراسم بزرگداشت حمید اشرف در شهر کلن آلمان بود که به خبرنگاران، به یکی دو تا از خبرنگاران رسانه های توانمند که لازم نیست اینجا اسمشون رو بیارم موضوع رو گفتم، توسط یکی دو تا از دوستان که حاضر هستند باز به رسانه های بزرگ گفتم، اون مورد استقبال قرار نگرفت و جدی قرار نمیشد، تا دیدم دیگه خب چاره ای نیست. دوستانی هم که داشتیم من رو خیلی باز می داشتن از اینکه عنوان بکنم مسئله رو و می گفتن که قطعی نیست. خلاصه نخوام طولانی صحبت بکنم، در سالگردش من در صفحه فیسبوکیم این رو نوشتم و این قدردانی هم بکنم از آقای فلاحتی که اطمینان کردند و بگم که پای ریسک پخش این خبر علارغم مخالفت هایی که وجود داشت در صحت خبر رفتند و خبر پخش. این کوتاه و تاریخ. خب ببین اون چی، آره شما، من مسابقات رو دیدم هم و گذاشتم در یوتیوب و شبکه های اجتماعی که میدونستم، ولی مسئله اون چیزی که توجه منو جلب میکنه دو تا موضوعه. سوال اول اینه که چرا اپوزیسیون ایران، حتی رفقای سازمانی خودت هم به ایراد میگرفتن که چرا این موضوع رو ترک کردی، و از طرف دیگه کسایی هم که قبلا افرادی که با مجاهدین در گذشته همکاری میکردن باز به تو ایراد میگرفتن که خب مثلا تو طرفدار به اصطلاح عضو سازمان فدایان خلق ایران اکثریت هستی و تو چه میدونی از ماجرا، و ولی الان ثابت شد که حرف شما درست بود و حرف اونا نادرست. این یکی دیگه این که واقعیت اینه که در هفته تیر 1360 واقعی خیلی بزرگی اتفاق افتاد. من اون روزها در تهران بودم و به محضی که این انفجار صورت گرفت تهران یک پارچه خشم شد علیه هر کسی که حزب اللهی نیست. یعنی ما واقعا اون وقت ما با مجاهدین نبودیم و خیلی با مجاهدین نبودن هم رفتم به اصطلاح خودشون رو مخفی کردن به خاطر اینکه جب به شدت اون زمان یه چیزی میگفتیم فلانجی شده بود. و این خب مسئله دو تا قضیه است، یکی اینکه بعضیا فهم میکردن با ترور میتونن به قدرت برسن و نه تنها به قدرت نرسیدن بلکه جب رو به شدت فضا رو
فضای بگیر و ببند و بکش و شبی 400 نفر میکشتن بدون این که حتی اسم و فامیل اونا رو واقعی بدونن. یه مقدار در این باره شما صحبت کنیم برای بیننده‌های ما، چرا عموما شما رو باز می‌داشتن از اینکه این مسئله رو ترک کنیم؟ ببینید فکر کنم باید وارد یک روندی بشیم. من به نظرم میاد و عقل سلیمم اینجور حکم میکنه که هر انسانی در محیطی که زندگی میکنه یک مراقبتی از پیرامونش میکنه. مثلا اگر شما حتی توی خیابون ببینی یک میخی افتاده بغل کوچت، خب برمیداری که تو تایر ماشینت نره. در کشور هلند و کلن تو اروپا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند و جاهای مختلف، فعالین سیاسی ایران که خب بعضی هاشون تبعیدی هستند، بعضی هاشون ناراضیان ایرانی هستند، حالا من اسم نمیخوام روش بذارم، نه که زندگی میکنن، همواره خطرات متعددی اینها رو تهدید میکرده و تهدید میکنه. خب یه قتلی توی کشور اتفاق افتاده، یک ایرانی ترور شده، جدا از این که خب هموطن هست، همزبان هست که یک سری ارتباطات برقرار میکنه، ولو اگر طرف رو نشناسی، ما به عنوان کسانی که خب در یک مجموعه آسیب دیده قرار داریم، من فکر میکنم که وظیفه خودم دونستم که ببینم خب چه اتفاقی افتاده. خیلی وقت آدم میشنوه که یک نفر کشته شده، این یک نفر هم فقط اینجور نیست که این آقای علی معتمد، محمد رضا کلاهی سابق، علی معتمد هلندی باشه. خب طبیعتاً این من رو که این خب کی بوده کشته شده، وقتی رفتم وارد مسئله شدم که اینو باز من میخوام چیزای تکراری رو هی نگم، وقتی وارد مسئله شدم دیدم هی مراقبت از این که محفوظ باشه قضیه بیشتر هست. من برای شما بگم که وقتی رفتم دم خونه ایشون، خونه ایشون رو پیدا کردم، کار دوام بود. اینجوریام میگم من از هوش بالایی برخوردارم یا کارشناس مثلا جرم شناسی ام، نه، به هر صورت هر یک از ماها که فعالیت سیاسی میکردیم، مدعی هستیم که کار سیاسی میکردیم، یک سری مراقبت ها، یک سری ضریب های هوشی داریم. من آدرس ایشون بود، توی آدرس کوچه‌اش بود، رفتم در خونه‌اش، خب پسر ایشون رو من دیدم. پسر ایشون رو که دیدم گفت که حاضر نیست با من صحبت بکنه. دفعه دوم که رفتم پلیس من رو صدا کرد و بهم گفت که نه، اون موقع با هم تماس گرفتند و گفتند که چون همون روزی بود که من در خونه ایشون رفتم، همزمان با روزی بود که دیگه به طور روشن قبر ایشون رو هم پیدا کرده بودم. قبر ایشون رو هم پیدا کرده بودم. پلیس بهم گفت که نرو سراغشون. خلاصه حالا این روند رو میگم، یعنی میخواستم بگم که هرچی من پیش رفتم، این که این قتل بیشتر میتونه یک قتل سیاسی باشه و این آدم پیشینه سیاسی داشته باشه، برام روشن بود و این منو تحریک میکرد. حالا این که من مثلا اکثری عرضم به خدمتون که این که حالا من خدمت شما عرض بکنم که من سازمان فدایان خلق ایران اکثریتم یا چیز دیگه‌ای، تأثیری در این موضوع طبیعتا نداشت. من فکر کنم هر کس دیگه‌ای هم بود، اگر که خودش رو میتونه یا اطرافیانش رو یا جامعه سیاسی ایران رو میتونه در خطر ببینه، حتما این کار رو میکرد. اما در مورد هفت تیر، بله، من هم معتقدم که متاسفانه اون چه در هفتم تیر اتفاق افتاد، روند انقلاب بهمن رو میتونست، روند انقلاب بهمن رو تغییر داد. روند عناصری که شاید بالقوه و حتما بالقوه توان جنایت رو داشتن، بهانه‌ای بهشون داد که این توان رو به فعل تبدیل بکنن و قدرت نمایی خودشون رو روز به روز بیشتر بکنن. و خب بهونه شون هم باشه که مثلا ببین رئیس قوه قضاییه ما مثلا چیز شد، عرضم به خدمتتون که رئیس قوه قضاییه ما
کشته شد، نمیدونم پسر آیت الله منتظری کشته شد، وزیر نیروی ما کشته شد. من خب این روند رو کاملا تغییر داد، از طرفی روند رو تغییر داد، جامعه رو بحران زده کرد، و از طرفی فعالیت سیاسی رو روز به روز هزینش رو بالا برد. شما ببینید که سرکوب هایی که به شدت در اون دورانی ماها به خاطر داریم و نسل جدید، اتفاقا این روزها یکی از خبرنگارا از من پرسید که در مورد تاریخ این قضیه برام توضیح بده، یک مرتبه خودم هم متوجه شدم که بخش کثیری از جوانانی که امروز هستن اصلا هم حادثه رو نمیدونن، در اون دوران متولد نشده بودن، و اینکه اون حادثه چه خطرات و چه مشکلاتی و چه عواقبی رو نمیدونن. اینها یک کلیتی است که من رو روز به روز بیشتر به این قضیه کشون. طبیعتا من رو با دستگاه اطلاعاتی هلند به سراغ من اومد، حالا نگم که اومدن من رو تحت فشار قرار دادن یا نه. خب همین که سازمان امنیتی یک کشور به شما بگه که من یه قرار ملاقات باید میخوام بذارم، کمترین هزینه که باید یه روز سر کار ندی، ملاقات دوم رو که بعد میذارن در هر صورت، حالا مسلسل برای من نیورده بودن، جیپ پاترول نیورده بودن من رو چشم بسته ببرن، ولی توی جامعه اروپا لزومی نداره تو رو چشم بسته ببرن، وقتی که مزاحم کارت بشن بیان، یکی بیاد تو محل فونت مورد کنترل قرار بگیره، و توصیه های مرتبی که به خصوص اون سازمان امنیت هلند به من کرد که وارد این قضیه نشو، من رو آگاه هم کرد و مطمئنم کرد که شخص مورد نظر محمد رضا کلاهی هست. حالا میشه در مورد بازای خواست. خب ببینید، کلاهی در ایران به اعدام محکوم شد و تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار داشت. سوال اینجاست که جمهوری اسلامی چرا ترور رو با ترور پاسخ داد؟ بهتر نبود که بیاد و از دولت هلند، چون دقیقا میدونست که این کلاهیه، یعنی حالا تازم فکر نکنم رسیده بود، سالها بود که میدونست این شخص کلاهیه، چرا از دولت هلند تقاضا نکرد؟ بعد یه نکته دیگه وجود داره که در روزنامه زمانه مطرح کرد 56 سال داره داشت، آیا با گذشت دو سالم گذشت، یعنی 18-19 سالش بود که این دست به این ترور زد، یا تاریخش رو اشتباهاً نوشتن؟ یعنی دو سال پیش 56 سالش بود، یعنی میشد 18 سالش زمانی که دست به این ترور زد. حالا اینو بیشتر ذهن من رو گرفته بود، شاید مثلا اسم فامیلی که داد در واقع جعلی بود به دولت هلند. بله، یعنی میخوام بگم که هم اسمشو فامیلشو به دولت هلند جعلی داد و هم احتمالاً تاریخ تولدش رو، و اینکه پلیس هلند نمیدونست که این شخص کلاهیه و در بمبگذاری هفته تیر سال 60 نقش داشته. نکته جالبی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، و دوستانی هم که تو این زمینه، من گفتم که دوستانی به خصوص از در به قول این آگاهان به امر کامپیوتر و اینا، دوستانی که در زمینه سافت ویر توی اون قضیه واقعا به من کمک میکردن، تو این چون محمد رضا کلاهی اسمش توی اینترپول نیست، اسم محمد رضا کلاهی برخلاف اون چی که شما گفتید و اسم محمد رضا کلاهی در پلیس اینترپول نیست، حالا چرا نیست من دیگه تو اون قضیه نیستم، ولی اسمش نبوده، ما گشتیم قبلش که اسم محمد رضا کلاهی بوده یا نبوده. این مورد اول. مورد دومی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، به طور قطع و خیلی مشخص، طبیعتا کلاهی با نام علی معتمد خودش رو در هلند معرفی کرده و درخواست پناهندگی کرده، و دولت هلند به احتمال قریب به یقین نمیدونسته که ایشون محمد رضا کلاهی هست. و اتفاقا یکی از دلایل این که
قاتلینش کشف شدن هم این بود که دولت هلند فهمید ایشون محمد رضا کلاهی. بنا به ادله من، اینا همه اینها حدس و گمانه که من میزنم. ببینید در هلند من همونجور که خدمتتون گفتم 1 در 100,000 در سال قتل صورت میگیره، یعنی جمعیت هلند چیزی بیش از 16 میلیونه. بر اساس آمار مرکز آمار هلند سالانه 145 تا 165 قتل در هلند صورت میگیره. در کشور هلند در سالانه 1 میلیون در ازای هر 1 میلیون نفر 1 نفر آگاهانه به قتل میرسه، یعنی در قتل برنامه ریزی شده کشته میشه. این مرکز آمار هلند. باز مرکز آمار هلند میگه که از این 160 نفری که کشته میشن که 16 نفرشون رو کم بکنیم میشن 144 نفر، 80% این قتل‌ها پروندهش توسط پلیس هلند بسته میشه، یعنی شناسایی میشن، دستگیر میشن، کاراشون تموم میشه. اما اون 16 قتلی که قتل‌های برنامه ریزی شده است که اتفاقا بخش اعظمش هم توسط باندهای خلافکار صورت میگیره و در تصفیه حساب‌های بین باندها صورت میگیره، اینا میزان بسیار کمی شناخته میشه. اما این قتل علارغم همه پیچیدگی شناخته شد، چون بنا به تصور من همکاری دولت هلند، سیستم پلیس هلند و سیستم امنیتی هلند و به کارگیری 100% امکانات اینفورماتیکی که هلند، یعنی این که این تلفن هایی که اینا ازش استفاده کردن، البته توی برنامه تلویزیونی هم نشون داد که این تلفن 3 بار از اینجا اومده تا اونجا، اما اینها برای اسیابی به این قتل اونقدر هزینه کردن، حتی تونستن کشف کنن که تلفن چه دستگاهی بوده، تلفن بلک بری بوده، و این تلفن کجا خریداری شده، چه سالی ساخته شده، چه جوری اومده. خب ما هم میدونیم برای دستیابی به یک چیز به این دقت، و اینا اومدن خلافکارهای دو شهر را برای مدت چندین ماه تک تک کنترل کردن. به این خاطر میگم وقتی که خطر چیز رو احساس کردن که، یعنی متوجه شدن که محمد رضا کلاهی هست، خیلی جدی برای کشفش پیگیری کردن و من فکر کنم که چیزهای دقیق تری هم پیدا بکنن. امیدواریم که قوه قضاییه هلند این کار انجام بده. این که جمهوری اسلامی علارغم شناختی که داشته از ایشون، من اگر که علارغم شناختی، من فکر میکنم جمهوری اسلامی میشه به روایتی مثلا از همون سال 92 شمسی که نوشته کشمیری کلاهی در آلمان دیده شدن، میتونه از همون موقع از این قضیه اطلاع داشته باشه. میتونم حالا مثلا سال 93 اطلاع داشته باشه یا سال 94، یعنی مدت زمان کافی برای شناسایی ایشون داشته که من حالا سر این که چجوری شناسته شدم یک سری حدس و گمان ها میتونم بزنم. ولی این که چرا جمهوری اسلامی این برگ برنده رو که یک واقعه واقعا چه ضربه ای بهش زده، چرا این رو چیز کرد، از بین برد، یعنی به نظر من سوال اصلی این هست. و تا شما بگم بعد صداتون قطع بس میشه، من نظرم میاد از آقای صادقی صداتون قطع بس میشه. الان صدا دارید؟ آره صدا دارم. صدا رو دارید الان؟ بله. گفتم که یک نکته دیگه که من خدمت رو عرض کنم، من در اون صحبتی که با اون مقام امنیتی هلند داشتم یه جایی بهم گفت که کشمیری هم کشته شده، و وقتی متوجه شد که من از اون قضیه اطلاع ندارم گفت نه اشتباه گفتم. این یکی از مسئولین چیز، یکی از مسئولین خانواده های کشته شدگان، اون نهادی که مال کشته شدگان هفته تیر و قربانیان به اصطلاح اعمال تروریستی در ایران گفته که کشمیری و کلاهی هر دو کشته شدن. خب ما در مورد کشمیری حتی هیچ گونه اطلاعی ندارم. خب دولت ایران مدت ها از این خبر داشته، چرا این کار رو نکرده من نمیدونم، چرا این برگه چرا این موضوع رو خط شکور کرده نمیدونم.
البته قابل پیش بینی هست، برای اینکه در ایران جرم اعدام وجود داره. اگر تقاضا می کرد احتمالاً دولت هلند نمیداد، و یا اینکه مثلا مطرح می کرد در خود هلند محاکمه بشه، و این یه بحث سیاسی رو طول می کشید. حتی ممکن بود این به کمک سازمان مجاهدین به اصطلاح فرار داده بشه به یه کشور امن از لحاظ اونا. و البته خارج از اون، آخه چه کاری از این جمهوری اسلامی از روی عقله که بشه مگه خیلی کارهای دیگه هم میکنه که اصلا هیچ عقلانیتی درش نیست. اتفاقا به نظر من میتونست این موضوع رو سیاسیش بکنه و بگه که شمایی که فرض کنیم مثلا با ترور مخالفین، چرا کسی رو که بیش از 70 نفر رو 75 نفر رو کشته و اومده در این کشور با نام جعلی، خب شما چرا هیچ واکنشی نشون میده؟ و این با توجه به این که از سال 1998 دولت جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا قول داده بعد از جریان میکونوس گفته که ما دست به ترور نخواهیم زد، یعنی یه پروتکلی بین دستگاه‌های امنیتی دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا. حالا این داستان چه خواهد شد؟ یعنی دیگه مشخص شده که اینو جمهوری اسلامی زده. باندای تفکر کاری به این آقای کلاهی نداشتن چون... هیچ وقت. آره. خب این چه خواهد شد به نظر شما؟ یعنی فضای خود هلند رو شما چجوری میبینید؟ ببینید، من این رو بگم، هیچ چیزی، حتی افرادی که دست شدن من. در حال حاضر به عنوان متهم ازشون یاد میشه. هنوز قطعی نشده. دو نفر، دو چهره بسیار معروف خلافکاری در هلند، یکیشون که جزء 600 خلافکار معروف آمستردام هست و که 28 ساله هست، و شخص دیگه هم از 35 ساله که سابقه زندان و خلافکاری و جرم و جنایت داره. اینا حالا مهم هم و هیچ سخیه دلیل محکمه پسندی یا اصلا غیر محکمه پسندی تا کنون برای اینکه اینها از طرف جمهوری اسلامی به طبعتا نیست. خب ساده نباشه. جامعه هلند حساسیتی ندار. واقعیتش اینه که جدا از روزنامه ترا که این موضوع بوده، حساسیتی یه قضیه نداره. و حتی جامعه ایرانی در هلند، چنان من ندیدم که موضوع براش اکتوال باشه، جذابیت بیش از حد. اما یک نکته رو بگم، قوه قضاییه هلند هم جز قوای قضاییه توان و مدل هست، جز سالم ترین قوه های قضاییه جهان. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. به باور من اصلا سازمان امنیت هلند دوست نداشت اسم محمد رضا کلاهی افشا بشه. سازمان امنیت هلند، من فکر میکنم، چرا فکر میکنم، صداتون هم یه خورده ضعیفه، چرا شده؟ آره صداتون یه خورده قطع و وصل میشه، نمیدونم، ولی من اینجا تکرار میکنم که چرا سازمان امنیت هلند نمیخواست مشخص بشه که هویت محمد رضا صمدی کلاهی رو علنی بشه؟ چه دلیلی داشت؟ چون اونا خب کار سیاسی که نمی کنن، کار اجرایی و تحقیقاتی می کنن. صدا ما داریم؟ بگیم بله بله صدا رو دارم. بنده یه خورده قطع. آره بفرمایید. صدای من هست؟ بله بله.
به زبان عامیانه خود ما انسان ها دنبال دردسر ندارن. کشور کوچیکی مثل کشور هلند، کشور کوچیکی کشور هلند بیشتر دوست داره مناسبات اقتصادیش دچار دردسر بشه، کارهاش رو انجام بده و حفاظت بکنه. به این خاطر که در مدت واقعا کوتاه‌تر از حد معمول تروریست هایی که اصلا جایی از دست بود رو پیداشون کرد. اما من فکر میکنم که اونا میدونن که اثبات این قضیه که این قتل توسط یک کشور خارجی انجام شده به راحتی صورت نمیگیره. یعنی اونها با توجه به شناختی که گروه های باندهای مافیایی و باندهای تو در توی دارن و از انتظار نمیدونن که شخصی که این کار رو کرده مثلا از یک باند مافیایی مثلا در آمریکای لاتین دستور انجام این کار رو گرفته. یعنی یه جایی هست که سرنخ بعدی اینجوری مثلا به این کشور یا به اون کشور برمیگرده. تصور من هست سرنخ این به خود کشور آمریکای لاتین برگرده. یعنی خب میتونن این کار دشواره. حالا وارد یک بازی نمیشن که براشون هزینه داشته، اونا میخوان موضوع، اما وارد قوه قضاییه که بشه، خب قوه قضاییه اینه براش مطرح نیست، وارد پرونده میشه. و به نظر من در نهایت هم بایستی توی ماه آگوست منتظر باشیم ببینیم که چه نتیجه ای رو اعلام. خب ببین، من برای اطلاع شما یه مطلبی رو خوندم تحت عنوان این که در سال همون زمانی که، یعنی قبل از اینکه کلاهی در واقع ترور بشه، فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد، خیلی دقت کنید، آلبانی در استرداد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی همکاری نمی کند. بعد این فرمانده مطرح کرده که اینترپول گفته که نیروهای انتظامی یک شنبه 26 اردیبهشت اعلام کرد یکی از عاملان اصلی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در سال 60 یک زن است که بازداشت شده است. و این فرمانده ادامه میده که اینترپول این فرد را در آلبانی شناسایی و دستگیر کرده و به زودی در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد. خب این در صورتی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران مشخص شده که کلاهی بوده. این داستان این زن و اینکه این زن در آلبانی بوده، شما هیچ اطلاعی در این باره ندارین؟ ببینید، اولا من بگم اون چه که اونجا گفته میشد اتفاقا همزمان با وقتی بود که من داشتم این جستجوها رو میکردم که ببینم اوضاع چجونه پیش میره. به نظر من میاد که در اون موقعیت چیز بود، یک خبر انحرافی بود و من فکر کنم بیشتر در مورد سرنوشت کشمیری بود که حتی شایعه این وجود داشت، شایعه ضعیفی هم نبود برای کسانی که پیگیر این حوادث بودند، که اصلا کشمیری به ایران انتقال پیدا کرده یا در دست اونها هست. اینم میگم شایعه است، این شایعه شنیده شده. کسانی که دنبال این حوادث بودن، من زمیت این موضوع، اون خانم مورد نظر هم من آشنایی به هیچ وجه با افراد مجاهدین و شخصیت ها و چهره هاشون ندارم، اما در حد محدودی که خب بالاخره دنبال میکنم احتمالا من خب خانم اطریان فرد که البته چنین دید گفتم خانم اطریان فرد آره افیان فرد این دستگیر شد یا چی این تو آلبانی نه میگم این بیشتر اخبار انحرافی بود و اخبار بود که یه مقداری از هان رو پراکنده بکنه. من میگم، بازم میگم، تصورمه که بیشتر چون من از منابعی که میتونند خبرهای به نسبت دقیقی به دستشون برسه، یک روزی شنیدم که
مثلا در رابطه با عامل حزب قول داده شده بوده که به زودی پرونده با اعتراف شخص منفجر کننده، پرونده بهزاد نبوی و اینها دو مرتبه بیاد رو، و این دلالت بر این میکرد که تصور اونا دستگیری کشمیری بود. اما چیزایی که میگفتند در آلبانی تا اونجایی که من میدونم نه صحت داشته و نه اصلا چنین موضوعی بوده. خب آیه صادقی، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگر فکر میکنی به صلاح مطلبی رو ناگفته مونده، میکروفون در اختیار شماست. ببینید، من دو چیز رو به هر صورت آدم یک تحقیقی که میکنه دوست داره که یه نتایج حاصلش یه مرتبه عنوان بکنه، نتایجی که بعضی اوقات مهمتر از اصل خود واقع هست. اینا دوست دارم، حالا نمیدونم زمان وقتش هست یا نه. من یکی میخواستم بگم در مورد این که خیلی ها سوال میکنن که خب بنابرای ارزیابی تو که روی این کار زمانی صرف کردی، این آقای علی معتمد هلندی و محمد رضا کلاهی ایرانی، علی معتمد تا زمانی که در هلند بوده علی معتمد بوده، وقتی در هلند نبوده محمد رضا کلاهی بوده، یعنی بعد از مرگش مشخص میشه. این خاطر من از نام علی معتمد استفاده میکنم. آقای علی معتمد چجوری شناسایی شده توسط ظالمی؟ سه حدس و گمان وجود داره برای این. یکی این که گفته میشه که مادر ایشون یک مرتبه به انگلستان اومده و ایشون برای دیدار مادرش به انگلستان رفته. طبیعتاً اگر ما این رو یک فرض بذاریم، اگر نهاد امنیتی متوجه بشه که خانواده عضوی از اعضای یک خانواده، یکی که در تور هست، به جای سفر میکنه، طبیعی است که اون رو توی تور جدیتری بذاره. این اصلا برای علل عموم هم بهتره کسانی که حالا فعال سیاسی هستند هم رعایت بکنن که اگر خانوادهشون مثلا به کشوری میاد، اگر فکر میکنن که ممکنه. این یه نکته هست. نکته دومی که بخش دوم، حفاظت افراد. من بازم میگم من کار حفاظتی توش تخصص دارم نمیدونم، اما این را بگم، در جهان اینترنتی امروز اینجور نیست که من فقط بتونم خودم را حفاظت بکنم. آقای توکلی هم به من ربط داره، یعنی وقتی که یک سری ارتباطات وجود داره، این ارتباطات برای کسی که دنبال بکنه به هم میرسه، یعنی لازم نیست که خود من مراعات بکنم. یکی از دیگه ارتباطات اینترنتی و یارانه‌ای بوده، رایانه‌ای بوده که میشه از طریقش شخص مورد نظر رو شاید با جدیت و با کارهای پیگیری بهش رسید. و مورد سوم، افرادی که از قرارگاه اشرف دستگیر شدن و به ایران منتقل شدن. در طول تحقیقم من به این نتیجه، به این خبر هم رسیدم که وقتی که محمد رضا کلاهی وارد هلند میشه، طبیعتاً به دلیل عدم آشنایی به زبان و چیزهای مختلف، طبیعتاً مجاهدین ترتیب اقامت اون رو میدن، و اینجور هم نبوده که ایشون که با نام کریم توی قرارگاه و فعلی آشار سرندی کار میکرده بگه که چیز بوده، عرضم به خدمتتون که بیاد و همه بشناسندش، نه، مسئول مشخصی کارهای اون رو انجام میداده و داستان. و یکی از شایعات هم این بود که اون مسئول مشخص در اشرف دستگیر شده و به ایران برده شده و اون این اعتراف رو کرده. این سه کانالی بود که در تحقیق من میتونه توجه بشه. این یه نکته بود.
نکته دیگه ای که به نظر من بسیار حائز اهمیت هست، وارد این نمیشیم که محمد رضا کلاهی با یک پرونده‌ای که هیچ علی معتمد با یک پرونده‌ای که هیچ تخلفی نداشته توسط بند خلافکار کشته شده. یعنی عامل قتل اجیر کرده کسایی که برن اینو بکشن و این چیزیه که نقطه خطرناکی هست. و کسانی که فعالین عرصه حقوق بشر، عرصه مقابله با جنایت اینها هستند، اینا که این بهتره به این نکته توجه بکنن که اگر بنا شد تسویه حسابها توسط برای عامر که پولدار هم هست معمولا خطری نداشته باشه، میتونه برای همه افراد خطرناک باشه. این دو نکته بود که من فکر میکردم و فکر میکنم که بایستی میگفتم. حالا نکته اولش حدس و گمان بود، اما در مورد نکته دومش لازم میدونم که بیشتر روش دقت و تأمل بشه. و این که این کار خطرناکه و در اون بخش اولی هم که گفتم شیوه هایی که رفته، این موضوع که در جهان اینترنتی امروز حفاظت ها فقط توسط فرد انجام نمیگیره، بعضی یعنی به طور قطع اونجایی که برای شناسایی افراد هست نقش دیگرانی که ما اصلا تصورش رو نمیتونیم بکنیم و اونها هیچ عمدی هم ندارن بسیار میتونه موثر باشه. با سپاس از شما. و برای اطلاع جوانترها این رو من تکرار میکنم، در هفته تیر سال 1360 انفجار بمبی در دفتر حزب جمهوری اسلامی منجر به کشته شدن 75 تن از اعضای این حزب، از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از محمد رضا این مسئله نام کلاهی و کشمیری همواره در مطبوعات ایران و هم در بین اپوزیسیون تر بود. اصلا این مسئله این بود که بعضی هم میگفتن اصلا این کار سازمان مجاهدین نبوده، معلوم نیست مثلا اسرائیل یا یه سازمان اطلاعاتی دیگه این کار کرده، و الان معلوم شده که آقای کلاهی و بوده و که به اصطلاح همین تروری که در دو سال پیش در شهر المیره هلند صورت گرفته مربوط به محمد رضا صمدی کلاهی بوده. به هر حال این بخشی از تاریخی که متاسفانه خیلی از جوانترها اصلا نمیدونن چیه و این انفجار در واقع یک انفجاری بوده که فضای سیاسی رو به شدت بسته کرده و شرایط رو برای برای به گرفتن قدرت در دست افراطیون خود جمهوری اسلامی مهیا کرد. با سپاس از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین آقای مرتضی صادقی عزیز.